صدایی دیگر، صدای زنان. هنوز جوهر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس خشک نشده که نمایندگان زن از طرح دیگری خبر دادند تا ازدواج کودکان زیر 13 سال را ممنوع کنند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 10 سال انتظار برای به تصویب رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودک بی‌نتیجه بود. فعالان زنان و فعالان حقوق کودک به ماده‌ای از این لایحه دلخوش کرده بودند که سن ازدواج رو 18 سال تعیین کرده بود و برای والدینی که فرزندان خودشون رو با سن کمتر از 18 سال مجبور به ازدواج کنن مجازات تعیین شده بود. اما این لایحه با حذف کامل این مواد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما به نظر میرسه نمایندگان زن مجلس دهم یک بار دیگه در تلاشن تا راهی برای ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال بیابند. به گفته فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرح کودک همسری که بر اساس اون سن ازدواج دختران و پسران افزایش پیدا میکنه و ازدواج زیر 13 سال هم ممنوع میشه، بعد از تعطیلات یک هفته‌ای در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. بر اساس این طرح که فراکسیون زنان تهیه کرده، سن ازدواج پسران 18 سال و سن ازدواج دختران 16 سال تعیین میشه و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی مانند اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود. خانم ذوالقدر تاکید کرده که همکنون ازدواج از سن 9 سالگی در ایران انجام میشه و نمایندگان زن مجلس در تلاشند تا با این طرح جلوی این کار رو بگیرند. سود راد، فعال برابری جنسیتی ساکن فرانسه، اما این تلاش ها رو دوری باطل میدونه و میگه فعالان زنان برابری خواهان دارن تلاش میکنن، نمایندگان مجلس دارن تلاش میکنن، معاونت امور زنان و خانواده داره تلاش میکنه، همینطوری همه دارن تلاش میکنن و هیچ وقت هم عملا به نتیجه قابل استناد و چشمگیری ما نمیرسیم. مسئله اصلی که فکر میکنم خیلی عادت کردیم به اینکه نادیده بگیریم اینه که جذب فشار و سرکوب و این میل برای ادامه داشتن تبعیض جنسیتی توسط حکومت در ایران اونقدر زیاده که ما فکر میکنیم که با رسیدن به پیروزی‌های کوچک داریم گام به گام به اون آرمانمون برای داشتن یه ایران برابر جنسیتی نزدیک میشیم، در حالی که این گام‌های کوچک انقدر پراکنده میشن، انقدر جلوشون سنگ گذاشته میشه توسط حکومت با ابزار متفاوتی که داره برای اینکه قانون رو نخواد تصدیق بکنه، برای اینکه فعالان رو زندانی بکنه، که ما اصلا فراموش میکنیم که در سراسر دنیا کنوانسیون هایی هستش که ما سالهای سال حتی از زمان کمپین 1 میلیون امضا میخواستیم که ایران به این کنوانسیون بپیونده، خواستیم بارها و بارها که به همون تعهداتی که از نظر قانونی داده حکومت ایران اونها رعایت کنه، که بر اساس اونها دیگه ما شاهد غیر قانونی انجام شدن ازدواج های زیر 13 سال در ایران نباشیم، خشونت علیه زنان چه باشه، خشونت خانگی باشه چه خشونت سیستماتیک باشه، بتونیم جایی داشته باشیم که بر اساس اون با استناد به اون شکایت بکنیم، با استناد به اون گام های عملی رو پیش ببریم. متاسفانه ما الان سال هاست که داریم دور خودمون میچرخیم و این فکر میکنن که چیزی بیشتر از بازی دادن فعالان زنان، بازی دادن جنبش های مدنی توسط حکومت نیست، که اونم یاد گرفته که گام های کوچک رو جشن بگیره و کارهایی رو که انجام نداده جشن بگیره و کارهایی که سالهای پیش انجام شده بوده به اسم خودش به جامعه بفروشه، میتونم بگم، و یک شادی کاذبی به وجود بیاره برای اینکه ما داریم پیش میریم، داره اوضاع بهتر میشه، اما واقعا در زمینه قانونی ما میبینیم که پیشروی خاصی نیست، همینطوری لایه‌های متفاوت تبعیض داره بیشتر و بیشتر میشه. نمایندگان مجلس ششم سال 1381 پس از مواجهه با مشکلات فراوانی تونستن سن بلوغ دختران را از 9 سال به 13 سال تغییر بدن. بر اساس قانون پس از اون ازدواج کمتر از سن قانونی باید تنها با اجازه پدر یا رأی دادگاه انجام میشد. اما اونطور که پژوهشگران اجتماعی میگن تعداد زیادی از ازدواج‌های زیر 13 سال با تخطی خانواده‌ها از قانون اصلاً ثبت نمیشه و والدین به نوشته‌ای پشت قرآن یا قباله دستی برای تضمین آینده فرزندانشون بسنده میکنن. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میپرسم چرا مردم قانون رو رعایت نمیکنن؟ یه بخشش اولا جنبه فرهنگی داره، یعنی خیلی از افرادی که این کارو میکنن ممکن حتی سواد خواندن نوشتن نداشته باشن یا اصلا مراجعه نکنن به متون مذهبی. اینا یاد گرفتن که اینطوری باید زندگی کرد، یاد گرفتن که زندگی مذهبی اینطوریه. برای بخشی از مردمی هم که حتی ممکنه مذهبی نباشن یا قیود مذهبی رو آنچنان رعایت نکنن هم
این موضوع برقراریه، اونها هم یاد گرفتن بدون اینکه لزوما مذهبی باشن یا بخوان به متون مذهبی استناد کنن. تازه اینا عوامل فرهنگی و ذهنی است، عوامل مادی و عینی هم نقش مهمی دارن. مثلا مثل فقر، وقتی خانواری فقیر دنبال این هستش که از نانخورهاش کم بکنه، نانخور در این خانواده دختر خانواده است که نمیتونه به نیروی کار بعدی بدل بشه، بنابراین بهتره که زودتر از خونه بره و بنابراین بهتره که زودتر ازدواج کنه. به این ترتیب ازدواج کودکان در چنین خانواده‌ای بیشتر محتمله. گاهی اوقات حتی به فروش عملی دختران منجر میشه برای گرفتن به اصطلاح مهریه‌اش از این طریق. و عامل دیگه هم میتونه فقر محیطی باشه، یعنی مثلا فرض کنید دختری که حالا تونه سطح دبستان رو تموم بکنه و وقتی دبیرستان خیلی دوره و عملاً امکانش نیستش که بره دبیرستان، خانواده ترجیح میده احتمالاً زودتر همسری براش اختیار بکنه از جانب او بدون اختیار او و به این ترتیب در سن خردسالی تبدیل میشه به زن یک خانواده. اینا هم عوامل مادی هستن که در کنار اون عوامل فرهنگی باید در نظر گرفت. اما هنوز طرح ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال در دستور کار مجلس هم قرار نگرفته که مخالفان افزایش سن ازدواج از تریبون‌های رسمی اعلام مخالفت کردند. کبرا خزعلی عضو شورای فرهنگ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته دین اسلام اجازه نداده که سن ازدواج رو بالای 18 سال ببریم. حتی در دنیا هم شاهد هستیم که افراد از سن 15 سالگی ازدواج میکنن. به گفته خانم خزعلی سن کار از 11 سالگی و سن بزهکاری هم 8 سالگیه. خانم خزعلی این پرسش مطرح کرده که در این حال چطور میتونیم سن ازدواج رو بالای 18 سال در نظر بگیریم. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران که بر روی ازدواج کودکان تحقیق کرده اما ازدواج دختر بچه ها زیر 18 سال رو خشونت علیه اونها میدونه و میگه یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگفتی خواهد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان یک شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید، چه پسر و چه دختر. معمولاً برای دختر خیلی طاقه فرساتر هست چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه ها وارد میکنه. ضررهایی که در پی ازدواج اتفاق میفته زمانی هست که این دختران کم سن و سال در درون ازدواج حامله میشن و خب این بدن کوچک اونها تحمل این فشار رو از لحاظ پزشکی و فیزیکی نداره و فشار عمده‌ای بر ارگان‌های داخلی این کودکان وارد میشه و چه بسا اینکه در زمان به دنیا آوردن بچه موجب مرگ و میر مادر میشه یا اینکه موجب سخت جنین میشه. در این دور تلاش برای تغییر قوانین، شکست خوردن در تغییر دادن قوانین و تلاش دوباره برای تغییر اونها، زنان ایرانی کجا ایستادند؟ فعالان زن تا کجا میتونن بر خواسته های تکراری تاکید کنند؟ حسین قاضیان: من فکر میکنم با وجود همه مسائل مشکلاتی که در مورد حقوق زنان در جامعه ما وجود داره، هنوز زنان در مجموع در این حوزه پیشرفت‌هایی داشتن که برای نیروهای اجتماعی دیگه باید تا حدی رشک برانگیز باشه. فعالان اجتماعی زنان تونستن خواسته های زنان رو تا حد زیادی تبدیل کنن به دستور کار عمومی جامعه و این تحول مهمی است. یعنی اونها تونستن این خواسته ها رو بیارن تا سطح قانونگذاری. اما اینکه چرا حالا وقتی به سطح قانونگذاری میرسه متوقف میشه یا خوب جلو نمیره، به نظرم دلایل مختلفی داره. یک دلیلش اینه که بخشی از این خواسته ها خواسته های عمومی نیستن. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، قضاوت زنان یا حتی دیه عموم زنان رو پوشش نمیده. زنانی رو پوشش میده که ممکنه با این موضوع خاص در ارتباط باشن، اما موضوعاتی مثل طلاق، حضانت و ارث که عموم زنان رو در بر میگیره با یه موضوع دیگه روبروست. به این معنی که بین خواسته های این زنان یا نیازهایی که این زنان برای بهبود حقوقشون دارن با فعالان اجتماعی که باید به دنبال عمومی کردن این خواسته ها برن یک گسست پیدا شده یا وجود داشته. یعنی هنوز این
گروه از فعالان زنان نتونستن با اون بدنه وسیع اجتماعی که این خواست وسیع رو داره پیوند بخورن. در نتیجه با اینکه این فعالان تونستن خواستهای زنان رو تبدیل کنن به دستور کار عمومی، بیارنش تا سطح قانون‌گذاری، اما اون فشار اجتماعی که باید بیاد پشت تصویب و اجرای این قوانین هنوز فراهم نشده. بنابراین وقتی میرسه به این سطح با کلی مانع روبرو میشه و گاهی اوقات اصلا تصویب نمیشه یا به صورت ناقص تصویب میشه یا اساسا اجرا نمیشه یا خوب اجرا نمیشه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید برای ما پیام صوتی هم بفرستید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه @fardagram. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.